مجله فارن پالیسی با نشر گزارشی در مورد نظام آموزشی کنونی و مکتب‌ها در افغانستان آن را ارتش جدید طالبان عنوان کرده است. مجله فارن پالیسی روز سه‌شنبه سوم خرداد با نشر این گزارش گفته که مشکل مکتب رفتن پسران بزرگتر از مکتب نرفتن دختران است. به گفته این مجله، برنامه درسی افراطی به کودکان آموزش می‌دهد که چگونه متنفر باشند، نه اینکه چگونه فکر کنند. در این گزارش آمده، هنوز کسانی که زیر چتر نظام آموزشی طالبان در دهه 90 آموزش دیدند، از یادآوری آن خاطره هراس دارند. در قسمت دیگر این گزارش همچنان نوشته شده، به آنان آموزش داده می شود که از زنان و دختران حتی اگر از نزدیکانشان باشند دوری کنند. آنها گلوله ها را می شمرند و مضامین تجربی روز را بدون وسایل مورد نیاز آموزش می دیدند. مفاهیم حقوق بشر، دموکراسی و صلح کاملا حذف شده است. به باور این مجله، مکتب در افغانستان بیشتر کلاشینکوف، بمب گذاری و انتحاری است. این در حالی است که گروه طالبان پس از تسلط دوباره در افغانستان در نخستین اقدامهایشان نظام آموزشی این کشور را بازنگری کرده و علاوه بر حذف تعدادی از مضامین نظام آموزشی ملاحظات و پیشنهادات زیادی مطرح شده است که محتوای کتابها را مانند حاکمیت قبلی طالبان متناسب با ایدئولوژی این گروه دگرگون می‌کند. برای بحث بیشتر در این موضوع محمد الهام روزنامه‌نگار ساکن میلان ایتالیا با ما همراه هستند. سلام، وقتتون بخیر. سلام خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز شبکه وزین امام حسین علیه السلام. مهمترین تغییرات که در نظام آموزشی افغانستان از سوی طالبان صورت گرفته در چه سطح و مواردی است؟ همانطور که در گزارش اخیر فارن پالیسی نیز اشاره شده، بخشای اساسی نظام آموزشی افغانستان از سوی گروه حاکم دستپاچه شد. در نخستین روزایی که تسلط گروه طالبان در افغانستان حاکم شدند، این گروه نظام آموزشی افغانستان را کردند و بخشای زیاد را حذف کردند و بخشای از بخشها را اضافه کردند. شخصی به نام مولوی عبدالحکیم که رئیس دادگاه عالی طالبان نیز است، کتاب نوشته که در حقیقت مؤسس منشأ ایدئولوژیک طالبانیز محسوب می شود. مولوی عبدالحکیم حقانی سالها در مدارس دیوبند پاکستان تدریس کرده و دیدگاه های بسیار شدید و افراطی و بویژه زن ستیزانه دارد. در روزهای نخست به قدرت رسیدن گروه طالبان ما شاهد حذف زبان فارسی از دانشگاه ها و همچنین نهادهای رسمی بودیم. و نقطه مهم دیگری که در تغییر نظام آموزشی آمده، در مناطق مرکزی و به ویژه بخشایی که هزاره ها و شیعیان زندگی می کردن، نصاب درسی تغییر یافته و مضامینی که طبق مذهب جعفری تدریس می شد کاملا حذف شده. در بخشایی که زبان ازبکی تدریس می شد و سایر فرهنگ‌های اقوام غیر پشتونی هم حذف شده. فراموش نکنیم که گروه طالبان در کنار دیگر ویژگی‌هایی که داره یک کتله کاملا ایدئولوژیک نیز است. در بسا موارد قرائت‌های نادرستی که از دین نا دارن همواره تلاش کرده بالای همه اقوام و حتی مذاهب افغانستان تحمیل بکنه. در سوی دیگر این گروه طی 20 سال جنگی که در افغانستان انجام داده همواره بحث ایدئولوژیک و افراطیت دینی را مطرح کرده که اکنون مجبور از یک نگاه مجبور است که با بمو جنگجویان خود قناعت بدهد که ما بر اساس همین ایدئولوژی جنگیدیم و امروز هم افغانستان را اشغال به تصرف خود در آوردیم. و مسئله دومی که بسیار مهمتر از این است که بخش بزرگی از طالبان و سران این گروه از مدرسه های دیوبند پاکستان فارغ شده و طبق دستورات آنها عمل میکنند. پیامدهای این تغییرات چیه و آیا راهی برای جلوگیری از اون وجود داره؟ بدون شک پیامدهای این مسئله در کوتاه مدت و در دراز مدت خطرناکتر از هر چیزی است که
امروز به عنوان مشکل به اون نگرسته میشه. همونطوری که در گزارش فارن پالیسی نیز اشاره شده، مکتب رفتن پسرها به مراتب خطرناکتر از مکتب نرفتن دخترها است. نسلی که در طی چند سال آینده تربیت خواهد شد، خشنتر، افراطی‌تر از نسل امروز خواهد بود. میدانیم که افراطگرایی در همه ابعاد زشت است و محکوم است، اما اگر افراطگرایی دینی بدترین آن است، اگر آمیخته با آموزه‌های دینی شود، هیچ چیز جلودار آن نخواهد شد. امروز گروه حاکم در افغانستان کسانی که انتحار میکنند و از اونا به نیکویی یاد کرده و حتی بهترین پاداش را به آنان میدهند. خب امروز جهانیان نباید نظاره‌گر این مسئله باشند. راه جلوگیریش این است که جهان نباید مسئله افغانستان را چشم‌پوشی کند. امروز ممکن قناعت دادن و یا سرکوب چند هزار نفر افراطی سخت‌تر باشد، اما فرداها چند میلیون انسان اگر با بهترین روش تربیت شدند، آن زمان نه تنها امنیت منطقه بلکه امنیت جهان در خطر خواهد افتاد. قبل از اینکه خیلی دیر شود، نگذارند تبخش و افراطیت دامنگیر جهان شود. چشم‌پوشی جهانیان و کشورهای منطقه و بحران افغانستان و بحران بشری و در حقیقت سونامی خاموشی که امروز در افغانستان روان است، پیامد بسیار ناگوار برای همه بشریت داره. امروز نه تنها افراطیت، بحث بحران‌های گرسنگی، بحث سایر مسائل ممکنه مقطعی باشد، اما تغییر نظام آموزشی که بر اساس او یک نسل تربیه میشه، اگر این نادیده گرفته شود و به همین منوال پیش برود، فرداها دامنگیر شرایط بسیار سخت را بر جهان حاکم خواهد شد. ممنونم از شما.